وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی در روشنی ارزیابی های سالهای 2007 و 2008 گزارش را به نشر رسانیده است که در آن میزان سوی تغذی مزمن میان اطفال در این کشور یکی از بلندترین رقم در سطح جهان گزارش گردیده. بیش از نیم اطفال زیر سن پنج سال یعنی 54 فیصد آن از رشد نمو باز مانده و دچار سوی تغذی مزمن می باشند و بیش از یک سوم آنان با مشکل کم وزنی مواجه می باشند و تقریبا 72 فیصد از اطفال زیر سن پنج سال از کمبود ویتامین ها و منرال ها رنگ می برند. عبدالحادی ارغندیوال وزیر اقتصاد حکمت افغانستان گفت اطفال در میان آسه پذیرترین قشر جامعه قرار دارند. جهت کاهش میزان بلند مرگومیر مخصوصا میان اطفال زیر سن پنج سال نیاز مبرم برای توسعه و گسترش برنامه های جاری شبکه های مسئولیت اجتماعی برای مردم دیده می شود. وقتی ما بتوانیم که در کل انکشاف اقتصادی را در افغانستان به وجود بیاریم طبعا مشکل اطفال هم ما رفع میشه چون اطفال زیادتر آسیب پذیر هستند در برابر کمبودی های مواد غذایی از امون خاطر است که در راپور شما مطالعه کردین که در بسیار ها اطفال زیر سن پنج سال در مرگ میر هم در کمبود مواد غذایی هم در رشد نا سالم هم اینا متضرر شده در گزارش وزارت اقتصاد و بانک جهانی راجع به ابعاد مختلف مسونیت غذایی میان گروپ های مختلف جغرافیایی و اقتصادی معلومات جامع گردیده که به نظر می رسد عدم مسئولیت غذایی در مناطق روستایی جایی که تقریبا 80 درصد جمعیت کشور در آن زندگی می کنند بسیار برجسته می باشد. همچنان ما این را دریافتیم که همه شاخص ها با هم در ارتباط نیستند. بناهن بعضی از موارد که شما با آن اشاره می نماید، در جای نتایج غربت و مسئولیت غذایی در حالت بسیار خراب قرار دارد. بخصوص در ساحات تعلیم و تربیه و صحت بسیار نگران کننده است. نتایج ما در مورد تعلیم و تربیه و صحت با هم تفاوت دارند. مسئولین بانک جهانی میگویند در مناطقی که وضعیت امنیتی بهتر است مسئولیت غذایی نسبتاً بهتر و بلندتر میباشد. باشد بانک جهانی پیشنهاد می نماید که کمک های غذایی برای مناطقی متمرکز گردد که در آن مردم فقیر و بی‌بزاحت زندگی می نمایند اما وزارت اقتصاد افغانستان در مورد راحل دایمی پیشنهاد می نماید که زراعت افغانستان به مسابه محور انکشاف افغانستان شناخته شود تا مشکل مسئولیت غذایی و اشتغال در این کشور رفع گردد. همون شایب تلویزیون آشنا کابل